سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت سوم. سپس پاتور سر را با حسرت تکان داد و گفت: من بسیار تنبل و بی‌استعدادم و زر و سیم و مس فراوان مرا چون یک حیوان کرده است. پدرم خطاب به من گفت: سینوه، این حرف ها را باور مکن، برای اینکه پاتور امروز بزرگترین مغز شکاف جهان است و صدها تن از کاهنین و نجبا به دست او از مرگ رهایی یافتند و به قدری این مرد در فن خود بصیرت دارد که می تواند قده‌ای به بزرگی یک تخم مرغ را از مغز بیرون بیاورد و کاهنین و نجبایی که از مرگ رهایی یافتند به او طوق زر و شمش نقره و ظروف مس دادند. ولی پاتور کماکان با حسرت سرتکان داد و گفت: در قبال هر یک نفر که بعد از شکافتن سر زنده می مانند، 10 نفر بلکه 100 نفر به دست من می میرند. آیا تو هرگز شنیده ای که یک فرعون بعد از اینکه سرش را شکافتند بیش از 3 روز زنده بماند؟ آنهایی که می گویند کارد جراحی من که سنگ سماق است سعادت بخش می باشد، از یک جهت راست می گویند، زیرا کارد سنگی من یک کاهن و یک شاهزاده و یکی از نجبا را که در ظرف چند روز می میراند و زر و سیم و گاو و گوسفند و انبارهای قله او برای و راس باقی می مانند و آنها را سعادت من می کند. و هر وقت که فرعون از یکی از زنهای خود به تنگ می آید به من مراجعه می نماید تا با کارد سنگی خود او را آسوده کنم و حتی گاهی از اوقات خود فرعون را. ولی پاتور در این موقع مثل اینکه متوجه شد نزدیک است چیزی بگوید که بعد از گفتن آن پشیمان شود، سکوت کرد. لحظه دیگر گفت: من خیلی چیزها می دانم و بسیاری از رازها نزد من نهفته است و مردم از این موضوع مطلع هستند و مردمی که از این موضوع مطلع هستند از من می ترسند، ولی خود من بدبخت هستم، برای اینکه خیلی چیزها می دانم و هر قدر دانای انسان زیادتر شود زیادتر احساس اندوه می نماید. در این موقع پاتور به گریه در آمد و اشک چشم را با پارچه کتان مادرم پاک کرد و به پدرم گفت: تو مردی فقیر ولی شریف هستی، لیکن من ثروتمند، در عوض فاسدم و من از فضله گاو که در راه افتاده است پسترم. در حالی که این حرف ها را می زد، طوق طلای خود را از گردن خیش خارج کرد و به گردن پدرم انداخت. ولی پدرم طوق مزبور را نپذیرفت، چون می دانست هدیه‌ای که در موقع مستی داده شود یک هدیه واقعی نیست و ممکن است شخصی که هدیه را داده پشیمان شود و آن را روز بعد مسترد بدارد. پدرم و پاتور کنار هم در اتاق خوابیدند و من در ایوان به خواب رفتم. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم که پاتور بیدار است و برخاسته و نشسته و سر را با دو دست گرفته و میگوید: اینجا کجاست و چرا من اینجا هستم؟ من به طرف او رفتم و دو دست را روی زانو گذاشتم و تا کمر خم شدم و گفتم: پاتور، اینجا منزل یک پزشک است که فقرای شهر را معالجه می کند و تو دیشب در این خانه میهمان بودی و اینک از خواب برخاسته ای. بر اثر صحبت من و پاتور، پدرم از خواب بیدار شد و مادرم که از قبل از ما بیدار شده بود، یک کوزه دوغ و یک ماهی شور برای میهمان آورد. یک مرتبه دیگر من روی دستهای پاتور آب ریختم و او سر را خم کرد و گفت: روی سرش آب بریزم. و سر و دست او را با کتان خوش کردم. پاتور قبل از اینکه جرعه‌ای دوغ و لقمه‌ای ماهی شور بنوشد و بخورد به طرف باغچه رفت و مشعلدار خود را با یک لگد بیدار کرد
و بانگ زد: ای جوال کثیف، آیا همینطور از ارباب خود مواظبت میکنی؟ سیاه پوستان من کجا هستند؟ برای چه تخت روان خود را نمیبینم؟ مشعلدار برخاست و پاتور گفت برود و سیاه پوستان و تخت روان او را پیدا کند، و بعد معلوم شد سیاه پوستان پاتور شب گذشته بعد از خوابیدن ارباب خود به یکی از منازل عیش رفته، تخت روان را در آنجا گرو گذاشته، به اعتبار آن مشغول عیاشی بودند و هنوز بیدار نشدند. پاتور یک حلقه مس به مشعلدار خود که این خبر را آورده بود داد که برود و تخت روان و سیاه پوستان را از گرو بیرون بیاورد، و بعد قدری دوغ نوشید و لقمه ماهی شور خورد و گفت: دیشب ما نتوانستیم راجع به این پسر صحبت کنیم، در صورتی که من برای همین موضوع آمدم. پسر، اسم تو چیست؟ گفتم: اسم من سینوه است. پاتور گفت: آیا می توانی بخوانی و بنویسی؟ گفتم: بلی. گفت: برو و کتاب اموات را بیاور. من رفتم و یک بسته پاپیروس که کتاب اموات روی آن نوشته شده بود آوردم، و او قسمتی را انتخاب کرد و من برایش خواندم. سپس چند جمله بر زبان آورد و من نوشتم، و او اشکالی را که ترسیم کرده بودم دید و پسندید. گفت: تو خوب میخوانی و مینویسی، و اینک بگو چه میخواهی بشوی؟ گفتم: من میخواهم مثل پدرم طبیب بشوم و برای این منظور به مدرسه دارالحیات بروم. پاتور گفت: سینوه، آنچه میگویم گوش کن و به خاطر بسپار، ولی گوینده آن را فراموش نما و هرگز مگو که این سخنان را از دهان سرشکاف سلطنتی مصر شنیدی. آنجا که تو برای تحصیل طب می روی، قلم روی کاهنین است و زندگی و ترقیات تو بسته به نظر آنهاست، و در آنجا باید مطیع و سرافتاده و خموش باشی. زنهار، هرگز از چیزی ایراد نگیر و هیچ وقت عقاید باطنی خود را بروز نده، و هرچه به تو می گویند بپذیر، و بدان که انسان در زندگی خود، به خصوص در دارالحیات، باید مثل روباه مکار و مثل مار ساکت باشد، ولی به ظاهر خود را مانند کبوتر مظلوم و مثل گوسفند بی اطلاع نشان بدهد. فراموش نکن که انسان فقط در یک موقع می تواند خود را همانطور که هست به مردم نشان بدهد، و آن هم زمانی است که قوی و زبردست شده باشد، و تا روزی که قوی و زبردست نشده ای، سرافتاده و مطیع محض باش. و من امروز توصیه می کنم که تو را در مدرسه معبد آمون بپذیرند، و بعد از طی یک دوره 3 ساله وارد مدرسه دارالحیات خواهی شد. آن وقت پاتور از پدر و مادرم خداحافظی کرد و بر تخت روان خود نشست و رفت. در آن موقع تحصیلات عالیه در تبس در دست کاهنین آمون بود و دارالحیات مدرسه و بیمارستانی به شمار می آمد که در معبد انجام وظیفه می کرد. تمام مدارس عالیه تبس به وسیله کاهنین اداره می شد و آنها نسبت به انتخاب کسانی که باید در این مدارس درس بخوانند بسیار دقت می کردند تا کسانی را که مخالف آنان هستند از مدارس عالیه دور نگاه دارند. از مدرسه طب گذشته، مدرسه حقوق و مدرسه بازرگانی و مدرسه هندسه و ریاضیات و مدرسه ستاره شناسی در معبد آمون بود.
کاهنین از این جهت در انتخاب محصلین دقت می کردند که نصف خاک مصر به روحانیون تعلق داشت. یعنی به ظاهر متعلق به خدای آمون بود و آنها نمی گذاشتند غیر از کسانی که طرفدار آنها هستند، طبیب و حقوقدان و بازرگان و مهندس و ستاره شناس شوند. و چون افسران ارتش قبل از اینکه وارد قشون شوند می باید یک دوره مدرسه حقوق را طی نمایند، کاهنین معبد آمون به تمام دستگاه اداری و نظامی مصر حکومت می کردند. در بین این مدارس دو مدرسه بیش از دیگران اهمیت داشت، یکی مدرسه طب و دیگری مدرسه حقوق. دوره مقدماتی هر یک از این دو مدرسه 3 سال بود و شاگرد باید 3 سال در دوره مقدماتی بماند تا بعد از امتحان در صورتی که خدای آمون بر او ظاهر می شد اجازه بدهند که وارد مدرسه طب یا حقوق شود. من در فصول آینده خواهم گفت چگونه خدای آمون به محصل ظاهر می شد و اکنون می گویم که منظور کاهن مصر از اینکه شاگرد را مدت 3 سال در دوره مقدماتی نگاه می داشتند این بود که هر نوع فکر و نظریه مستقل را که با منافع کهنه مصر جور در نمی آمد در وجود شاگرد از بین ببرند. در این 3 سال شاگردان در دوره مقدماتی هیچ کاری نداشتند غیر از اینکه در معبد عبادت کنند و روایات مذهبی را بیاموزند. روحانیون خوب می دانستند شاگردی که وارد دوره مقدماتی می شود طفلی است که تازه قدم به مرحله جوانی می گذارد. تا آن موقع بازی می کرده و هیچ نوع فکر و عقیده مستقل نداشته و دوره ورود او به مدرسه مقدماتی معبد آمون دوره است که می رود دارای نظریه و رأی شود. پس باید در همین دوره حریت فکر او را از بین برد و او را مبدل به یک موجود کرد که بدون چون و چرا هر چرا که میشنود و میخواند بپذیرد. و وقتی از این مرحله 3 سال گذشت و وارد مدرسه حقوق یا طب شد و دوره دروس هر یک از دو مدرسه را طی کرد، مبدل به یک جوان کامل میشود. ولی جوانی که غیر از تعلیمات کاهنان مصر چیزی نشنیده و نخوانده و فکر او طوری در 4 دیوار تعلیمات کاهنان محبوس شده که بعد از خاتمه تحصیلات عالی نمیتواند طور دیگری فکر کند. ما یک عده 25 نفری بودیم که در دوره مقدماتی مدرسه طب شروع به تحصیل کردیم و من هر بامداد به مدرسه میرفتم و غذای روز را با خود میبردم و قبل از غروب آفتاب به منزل مراجعت میکردم. بعد از اینکه من وارد مدرسه مقدماتی معبد آمون شدم به زودی حس کردم سرشکاف سلطنتی حق داشت که می گفت تو باید سرافتاده و مطیع باشی و هرگز ایراد نگیری و عقیده باطنی خود را ابراز نکنی. زیرا متوجه شدم که کاهنین در بین محصلین جاسوس دارند و به محض اینکه یک محصل راجع به موضوعی شک می کند و می گوید که اینطور نیست و کاهنین دروغ می گویند آن محصل را از مدرسه بیرون می نمایند. و دیگر محال است که محصل مزبور بتواند وارد یکی از مدارس عالیه طب شود و برای بیرون کردن محصل هم عذری مؤثر دارند و اظهار می دارند که آمون می گوید که این محصل استعداد ندارد. روزی که من وارد مدرسه مقدماتی شدم 13 سال از عمرم می گذشت و با اینکه یکی از شاگردان خردسال مدرسه بودم بیش از دیگران که اکثر فرزندان نوجبا و کاهنین بزرگ بودند استعداد داشتم و من می توانم بگویم که اگر در آن موقع مرا وارد مدرسه طب می کردند می توانستم تحصیل کنم و همه چیز را بفهمم، برای اینکه علاوه بر سواد خواندن و نوشتن معلومات علمی داشتم، چون به طوری که گفتم پدرم طبیب بود و من زیر دست او اسامی بسیاری از داروها را فرا گرفته بودم و می دانستم چگونه یک زخم را که جراحت ندارد با روغن معالجه می نمایند و به چه ترتیب یک زخم را که جراحت دارد بعد از خارش کردن جراحت
با آتش می سوزانند که دیگر جراحت نکند. من دیده بودم که پدرم به چه ترتیب گاهی به کمک یک قابله می رود و با ابزاری مخصوص از چوب محکم صدر بچه را در شکم مادر قطعه قطعه می کند و قطعات آن را بیرون می آورد تا مادر را از مرگ نجات دهد. ولی با اینکه من بیش از اکثر شاگردان برای ورود به دارالحیات استعداد داشتم، مدت 3 سال مرا در مدرسه مقدماتی معطل کردند. ولی شاگردانی که پدرشان جزو کاهنان بزرگ یا نجبا بودند، پس از چند هفته به دارالحیات منتقل می شدند و کاهنین می گفتند که آمون امر کرده آنها را به دارالحیات منتقل کنیم. گرچه اوقات ما صرف عبادت و فرا گرفتن روایات مذهبی می شد، ولی باز مقداری وقت باقی می ماند و روحانیون به ما دستور می دادند که کتاب اموات را بنویسیم و بعد آن کتاب‌ها را در صحن معبد به فروش می رسندند. بعد از 3 سال که من جز اتلاف عمر کاری مؤثر نکردم، به آن عده از شاگردان از جمله من که جزو اشراف نبودیم اطلاع دادند که باید خود را برای رفتن به دارالحیات آماده کنیم. قبل از رفتن به دارالحیات ما باید مدت 1 هفته روزه بگیریم و تمام مدت را در خود معبد بگذرانیم و از آنجا خارج نشویم. در شب آخر باید که خدای آمون خود را بر ما آشکار کند و با ما صحبت نماید و اگر آشکار می نمود و صحبت می کرد، در آن صورت معلوم می شد که ما لایق ورود به دارالحیات هستیم. ولی به طوری که خواهم گفت، تقریبا محال بود بعد از اینکه مدت 3 سال مغز شاگردان را با افکاری که مربوط به آمون بود پر کرده اند، در آن شب آمون با آنها صحبت نکند. فقط من بین شاگردان مستثنا بودم، برای اینکه به اتفاق پدرم بر بالین بیماران حاضر می شدم و مرگ آنها را به چشم خود می دیدم. من از کودکی تا 16 سالگی بیش از 50 بیمار را دیده بودم که مقابل چشمان من مردند. در همان موقع با وجود خردسالی متوجه می شدم که هیچ چیز مثل مرگ انسان را متوجه پوچ بودن بعضی از مطالب کاهنان نمی کند. زیرا انسان با دیدگان خود می بیند که بین مرگ یک انسان و یک جانور فرق وجود ندارد و می فهمد که اگر کاهنین همانطوری که می گویند وکیل و نماینده مختار آمون در روی زمین هستند، جلوی مرگ را می گیرند و لااقل خودشان نمی میرند. انسان وقتی مرگ را می بیند و می فهمد که همه مطالب و معتقدات پوچ است، همه چیز را پوچ می بیند. شاگردان دیگر مثل من به دفعات مرگ را ندیده بودند و لذا نمی توانستند مثل من راجع به روایات کاهنان فکر کنند. باری بعد از اینکه 1 هفته در معبد به سر بردیم و روزه گرفتیم، در روز 7 موهای سر ما را ستردند و ما را در استخر بزرگ معبد شستند. بعد 1 لباس خشن که لباس رسمی دارالحیات بود بر ما پوشانیدند. هنگام غروب آفتاب، وقتی آمون در قفای تپه‌های غربی ناپدید شد، نگاهبانان در بوها دمیدند و درهای معبد بسته شد و آن وقت یکی از کاهنین که آنقدر نوشیده بود که نمی توانست عادی راه برود به ما گفت بیایید. ما به راهنمایی کاهن مزبور از 1 دالان طولانی عبور کردیم و او دری را گشود و ما را وارد اتاقی وسیع که 1 فرش داشت کرد و من دیدم که اتاق مزبور تاریک است، ولی در صدر اتاق پرده ای آویختند که قدری نور از پشت پرده به این طرف میتابد. تا آن موقع من وارد اتاق مزبور نشده بودم، ولی میفهمیدم که آنجا اتاق آمون است. کاهن پرده مزبور را عقب زد و اون وقت برای اولین مرتبه چشم من به خدای آمون که شبیه به انسان بود افتاد. و چون جوان بودم و اعتقاد به خدای آمون داشتم، بدنم لرزید. دیدم که آمون لباس در بر دارد و چراغ‌هایی که اطراف او نهاده اند زر و سنگ‌های گرانبهای سر و گردن او را می‌درخشاند.
کاهن گفت شما باید امشب در اینجا تا صبح بیدار باشید و عبادت کنید که شاید خدای آمون با شما صحبت نماید و اگر صحبت کرد دلیل بر این است که شما را برای ورود به دارالحیات لایق می داند و هرگاه لایق ورود به دارالحیات شدید فردا صبح به اتفاق من آمون را شستشو خواهید کرد و لباس او را عوض خواهید کرد و آنگاه به دارالحیات می روید. بعد از این سخنان کاهن مزبور پرده را مقابل آمون کشید و بدون اینکه دست‌ها را روی زانو بگذارد و سر فرود بیاورد از اتاق خارج شد و در را بست. به محض اینکه کاهن از اتاق خارج شد، شاگردهایی که از نظر سن بزرگتر از من بودند شروع به صحبت و خندیدن کردند و از جیب خود گوشت و نان بیرون آوردند و به خوردن مشغول شدند. یکی از آنها هم بیرون رفت و بعد شاگردان گفتند که او به اتاق کاهن می رود که در آنجا غذا بخورد و شب را نیز آنجا خواهد خوابید، زیرا نمی تواند آنجا روی سنگ بخوابد. ولی من روزه داشتم و حاضر نشدم از غذای دیگران بخورم و خوردن غذا را در حالی که آمون در پس پرده است کفر می دانستم. جوانان دیگر بعد از غذا خوردن به بازی با استخوان مشغول شدند و آنگاه هر یک از آنها روی سنگ‌های مسطح و صیقلی کف اتاق دراز کشیدند و به خواب رفتند. ولی من نمی‌توانستم بخوابم و دائم در فکر آمون بودم و اوراد مذهبی خودمان را می‌خواندم و گوش فرا می‌دادم چه موقع صدای آمون را خواهم شنید، تا اینکه سپیده صبح دمید. ولی من صدای آمون را نشنیدم و نزدیک طلوع فجر به طرزی مبهم حس کردم که پرده‌ای که مقابل آمون بود قدری تکان خورد. در بامداد نگاهبانان معبد بوق زدند و درها باز شد و مردم وارد معبد شدند و من صدای آنها را مثل همهمه امواج دریا که از دور به گوش برسد می شنیدم. وقتی آفتاب طلوع کرد، کاهن به اتفاق همان جوان که شب رفته بود در بستری راحت بخوابد وارد اتاق شد و من از قیافه هر دوی آنها فهمیدم که شراب نوشیدند. کاهن خطاب به ما گفت ای کسانی که آرزو دارید وارد دارالحیات شوید، آیا دیشب بیدار بودید و عبادت کردید؟ ما به یک صدا گفتیم بلی. کاهن گفت آیا آمون با شما صحبت کرد و صدای او را شنیدید؟ قدری سکوت برقرار شد و بعد یکی از شاگردان به نام موسی گفت بلی، او با ما صحبت نمود. سایر شاگردان همین حرف را او را تکرار نمودند، ولی من چیزی نگفتم، برای اینکه آمون با من صحبت نکرده بود و حیرت می کردم چگونه دیگران جرأت می کنند دروغ بگویند. جوانی که شب به اتاق کاهن رفته آنجا خوابیده بود با وقاحتی حیرت آور گفت آمون بر من هم آشکار شد و اسراری را به من گفت، ولی تأکید کرد که به هیچ کس بروز ندهم و من از شنیدن صدای آرام و با محبت او لذت می بردم. موسی گفت وقتی من آمون را دیدم او دست بر روی سرم گذاشت و گفت ای موسی، من به تو و خانوادت برکت می دهم و تو روزی یکی از اطبای مهم مصر خواهی شد. بعد از موسی یکایک شاگردان داستانی راجع به این که آمون را دیدند و وی با آنها صحبت کرد جعل نمودند، تا اینکه نوبت به من رسید و کاهن گفت سینوهه، آیا تو آمون را دیدی و او با تو صحبت کرد؟ گفتم نه، من نه او را دیدم و نه صدایش را شنیدم و فقط نزدیک صبح حس کردم که قدری پرده تکان می خورد. کاهن نگاهی تند به من انداخت و سکوت برقرار شد. یکی از جوانها که از بدو ورود به مدرسه با من دوست شده بود دست کاهن را گرفت و او را کناری برد و آهسته با وی صحبت کرد و وقتی آن سه نفر مراجعت کردند، کاهن با لحن خشمالود گفت سینوه، چون در عقیده صمیمی و پاک تو هیچ تردید وجود ندارد، ممکن است آمون با تو صحبت کند. و آنگاه به اشاره وی همون جوان پرده را عقب زد و مرا مقابل مجسمه آمون برد و وادارم کرد که طبق معمول سر بر زمین بگذارم و به همان حال گذاشت.
یک مرتبه صدایی در اتاق پیچید و خطاب به من گفت سینوهه، سینوهه. من دیشب میخواستم با تو صحبت کنم ولی تو که تنبل هستی خوابیده بودی. من سر را بلند کردم و متوجه شدم که صدا از دهان آمون خارج می شود و بعد همان صدا گفت سینوهه، من آمون هستم و به جرم قفلتی که دیشب کردی باید تو را در کام خدای بعل کننده بیاندازم، ولی چون می دانم که به من اعتقاد داری این مرتبه تو را می بخشم. و من دیگر متوجه نشدم که آن صدا چه گفت، زیرا فهمیدم صدای مزبور که من تصور می کردم صدای آمون است غیر از صدای همان کاهن نیست و از استنباط این موضوع یک حال نفرت و خشم و عبرت شدید به من دست داد. تا اینکه کاهن آمد و مرا از زمین بلند کرد و گفت بیا و در شستشو و تجدید لباس آمون شرکت کن. درست نمیدانم چگونه برای شستن و خشک کردن و تجدید لباس مجسمه آمون با دیگران کمک کردم، زیرا حواسم پریشان شده بود و حس می کردم که یک ضربت بزرگ و غیر قابل جبران به اعتقاد من وارد آمده است. آن روز روغن مقدس بر سر من و دیگران مالیدند و یک پاپیروس به من دادند که حکم ورود من به دارالحیات بود. و وقتی تشریفات ورود من به دارالحیات در آن روز خاتمه یافت و من از معبد خارج شدم که به خانه بروم، از فرط نفرت و تأثر دچار تهوع شدم. بله دوستان عزیز، ادامه داستان رو فردا براتون نقل خواهم کرد.